اول ماه برای تو چه معنی داره؟ اول از همه من اول ماه مه رو به شما و همه کارگران و زحمتکشان، به خصوص همه کسانی که امروز در رابطه با مسائل کارگری دارن تلاش میکنن، مطالبات کارگری و مسائل مشکلات کارگری رو مطرح بکنن و برای مبارزه میکنن، تبریک میگم. خب طبیعتاً اول ماه مه یه سنت پایداری هست در جنبش کارگری و جنبش کمونیستی، روزی هست که فراتر از مسائل ملی، مذهبی، رنگ، نژاد، روز جهانی مردم زحمتکش سراسر دنیا هست و امروز در سراسر دنیا به شکل‌های مختلف اول ماه رو جشن می‌گیرن، اول ماه رو مبارزه می‌کنن، اتحاد و همبستگی بین المللی است. بیش از هر چیزی روز مبارزه هست و برای مبارزه خب توی کشورهای مختلف، توی جاهای مختلف خیلی متفاوت هست. مثلا امروز در ایران کارگرها تلاش کردند که مقابل مجلس اسلامی رژیم به اصطلاح تجمع بکنند و مسائل و مشکلات خودشون رو مطرح بکنند، ولی با خبرهایی که به دست ما رسیده همون صبح یورش رژیم به کارگرها به اصطلاح سازماندهی شد. هیچ چیزی رو دیوار چینی خواستهای صنفی و سیاسی رو از هم جدا نمی کنه. واقعیت این هست که در بعضی از کشورها حتی کوچکترین مطالبات کارگری با برخورد خشن و زندان هست. شما نگاه بکنید این عکسایی که اینجا هست از آقای بخشی و سپیده قلیان، اینا همه کسانی بودن که خواستشون بر این بوده که یک شرکتی رو که دولت میگه که ورشکست شده بوده، صاحبش میگه ورشکست شده، اونا میگن آقا جان ما میخوایم این کارخونه ورشکست خودمون رو اداره بکنیم. من بازی بگم که ساعت خواب اپوزیسیون راست که تازه از خواب بیدار شدن که میخوان که چی رژیم سرنگون بشه. ما به عنوان جریان چپ ما نه ما نفت به صفر رسوندن یا پس فردا به 6 میلیون میرسونه یا از طریق هواپیما مثل دوره اوباما براشون پول میفرستن برای ما اهمیت نداره. اون چیزی که برای ما اهمیت داره اتحاد و همبستگی کارگری است و سرنگونی فقط مهم نیست، بلکه اون نظام یعنی که ساختاری که دوباره میخواد که یک جمهوری اسلامی دیگه یا دوباره میخواد شاه دیگه، دوباره میخواد دیکتاتور دیگه ای رو بر کرسی بنشونه، اونم هدف ماست. ما سابقه نشون داده که نه آمریکا نه انگلیس هیچ کدوم از اینا خودشون به قول معروف به نوعی دخالت داشتن در به حاکمیت رسوندن جمهوری اسلامی. اسناد و مدارک خودشون در اومده، همه ی اسنادی رو که از سفارتخونه‌هاشون منتشر کردن نشون میده که جمهوری اسلامی فقط آلترناتیو ضد انقلابی جمهوری به اصطلاح بعد از سرنگونی شاه بوده و اینا همه بند و بستی بالا بوده که صورت گرفته. آخرین سوالم. بله. یکی از کسایی بودی در رابطه با مسجد امام علی در جهت در واقع به تعطیل کشوندن و بستن مسجد امام علی فعالیت داشتی. آخرین خبرها چیه؟ ببینید من یه چیز رو بگم راست بگم، اونجا مسجد علی نیست و مسئله اصلا مسجد نیست، اونجا بخشی از کنسولگری جمهوری اسلامیه، بخش فرهنگی جمهوری اسلامی. توی سایت سفارت ایران نوشته که چی، بخشی از کارهای کنسولگری، عقد و ازدواج و طلاق و گرویدن به اسلام و نمیدونم همه اینا از طریق اون مسجد هست صورت میگیره. هزینه که اصلا کلنگ زدن این مسجد از سفیر جمهوری اسلام، مدارک به اندازه کافی هست، همه هم توی روزنامه های دانمارک هم اینو منتشر کردن، مدارک چه چیزی بیشتر از این نیست که چی سفارت جمهوری اسلامی، سفیر ایران یک گاراژ مخروبه ای رو بوده خریده و تبدیل به مسجد شده. جمهوری اسلامی هم انکار نمی کنه که چی آقای قرائتی مبلغ جمهوری اسلامی چند سال پیش توی ماه ما رمضان امام جمعه چیز بوده، تمام مزدورای جمهوری اسلامی هر دقیقه که شما نگاه بکنید ماشین سفارت جلو مسجد وایساده.
و هر روزی هم که نگه مسجدی ها هستن که توی سفارت وایستادن، اینا چیز جدایی نیست که. تشکر میکنم از ولی با همه اینا اول ماه ربطی به مسجد نداشت، اما با همه اینا من فکر میکنم که به هر صورت ما فعالیت های مختلفی را داریم علیه جمهوری اسلامی، فکر میکنیم که اینها هم بخشی فرهنگی جمهوری اسلامی هست. با همه اینا من اول ماه رو به کارگران ایران تبریک میگم، به خصوص به اونهایی که در بند هستن، زندان هستن، و ما امروز اینجا وایسادیم که اعلامیه‌های مختلفی رو به زبانهای دانمارکی داریم، بعد با مردم تماس گرفتیم، امروز سخنرانی رو در به اصطلاح شروع برنامه تظاهرات امروز به ما اختصاص دادن، در اونجا در رابطه با دستگیری فعالین کارگری صحبت کردیم و خواهان همبستگی بین المللی و حمایت از کارگران ایران هستیم. ممنون، مرسی.